سرخط خبرها. ورود نیروهای ایرانی روی یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز. ارتش آمریکا لحظه توقیف چند ساعته کشتی ویلا را ثبت کرد. افزایش تلفات کرونا در جهان به حدود 750 هزار نفر. هند در جایگاه چهارم قرار گرفت. تشدید تنش میان ترکیه و اروپا بر سر منابع گاز. فرانسه حضور نظامیش در شرق مدیترانه را تقویت می‌کند. و ادامه نارامی در بلاروس بعد از انتخابات جنجالی. 700 نفر دیگر بازداشت شدند. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. ارتش آمریکا میگوید نیروهای ایرانی یک کشتی تجاری را در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز برای چند ساعت متوقف کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی گفته دو قایق و یک بالگرد نظامی ایران روی عرشه یک کشتی ویلا نیرو پیاده کردند. دلیل این اقدام هنوز مشخص است. گفته می شود این کشتی نفتکش یونانی است و پرچم لیبریا را دارد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. توقیف نفتکش ویلا در آب‌های تنگه هرمز. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار این ویدیو در توییترش گفته قایق‌های ایرانی و این بالگرد نظامی از نوع سیکینگ نیروهای خود را روی عرشه کشتی ویلا پیاده کردند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری‌ها گفته که این نفتکش 4 تا 5 ساعت توقیف بوده. ویلا در آب‌های بین‌المللی دریای عمان توقیف شد. حدود 32 کیلومتری سواحل امارات متحده عربی. مقصد کشتی هم بندر خورفکان در امارات است. وبسایت اطلاع رسانی آزاد درایات گلوبال گزارش داده که این نفتکش حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر دیروز به وقت شارجه در بندر خورفکان لنگر انداخته. نفتکش ویلا ماه گذشته در سواحل شرقی امارات پهلو گرفته بود و در بندر بصره بارگیری کرده و مسیرش را پی گرفته بود. نیروهای آمریکایی از دور این حادثه را رصد کرده و واکنشی نشان ندادند. سپاه پاسداران سال گذشته دست کم 6 کشتی دیگر را به اتهام قاچاق سوخت توقیف کرد، اما معلوم نیست مورد جدید ربطی به این موضوع دارد یا نه. ایران و ایالات متحده از سال گذشته در خلیج فارس و تنگه هرمز چندین مورد تنش داشتند. اوج این تنش زمانی بود که تابستان گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تانکر استینایم پرو با پرچم بریتانیا را به دلیل آنچه رعایت نکردن قوانین بین‌المللی دریایی نامیده بود در خلیج فارس به مدت 70 روز توقیف کرد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که نیروی دریایی بریتانیا یک نفتکش بزرگ ایران را در آب‌های جبل و طارق به اتهام نقض تحریم اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرد. آن زمان بود که ایالات متحده ائتلافی برای حفظ امنیت خلیج فارس به راه انداخت. رویاروی قایق‌های تندرو نیروی دریایی سپاه پاسداران با ناوهای آمریکایی هم به این تنش‌ها افزود. آمریکا در پیشنویس تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران که آن را در اختیار شورای امنیت قرار داده، ایران را به تهدید صلح جهانی متهم کرده. اوایل ماه جاری هم ایران در مانوری نظامی با قایق‌های تندرو به ماکت ناو آمریکایی شلیک کرد که با انتقاد آمریکا همراه بود. فرین عاصمی، بی بی سی. بیشتر در گفتگو با میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه لند شهر مالمو سوئد، از او درباره ارتباط این اتفاق با تنش‌های ایران و آمریکا در منطقه پرسیدم. شواهد و قرائنی هستش که در واقع این اتفاق احتمالاً تلاشی بوده برای ارسال پیام حالا هشدار به امارات متحده عربی و همچنین آمریکا که اگر این فشارها مخصوصا در سازمان در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید قطعنامه تحریمی، تحریم در واقع منع خرید فروش تسلیحات که حالا امروز احتمال زیاد رأی گیری برگزار بشه، اگر این تلاش ها ادامه پیدا بکنه، برخی رفتارهای ایران در منطقه هم ممکنه دوباره شروع بشه یا تشدید بشه. بعد اکثر در واقع جزئیات توی گزارش اومد. فقط یه مسئله‌ای که من اضافه بکنم اینه که این کشتی ویلا کشتی خیلی کوچیکی بود، یعنی هولوش
50,000 بشکه ظرفیت داشت، یعنی ارزش حالا خیلی نفتی مالی زیادی نداره و بعد از 4-5 ساعت همونطور که گفتن این رو آزاد کردم. و تا این مهمه که اولا خیلی نزدیک به من در واقع اون قلمرو امارات انجام شده، یعنی هولوش تو گزارش من 32 کیلومتر گفتن 20 مایل اینها، و اینکه ایرانی ها میدونستن که آمریکا در واقع اون ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا و نیروهاشون در دریای عمان این رو دارن رصد میکنن و حالا اونطور هم که فیلم گرفتن مشخصه. با این حال دوباره کاماندو رو فرستادن روی کشتی مستقر شده، بعدا کشتی رو تخلیه کردن و رهاش کردن. به نظر میرسه که در حال ایران داره سعی میکنه که این پیام رو ارسال بکنه که ما همچنان رفتارمون رو تغییر ندادیم و این رفتارها تشدید خواهد شد. منتها مهمتر از این قضیه بود که در جولای یعنی ماه پیش اتفاق افتاد و اونجا صحبت از این شد که یک کشتی بسیار بزرگتر با ظرفیت مثلا 1,000,000 بشکه نفت یهو از همون بندر کوتاه بگید آقای بهروش، اینکه حاصل این رفتارهای عمدتا تحریک آمیز ایران برای ایران چه بوده؟ ببینید حاصلی که به لحاظ در واقع اگر عقلانی به قضیه نگاه بکنید یا به لحاظ مثلا تسهیل روابط با کشورها یا کاهش تنش نگاه بکنید، خب طبیعتا حاصلی نداشته، یعنی در اون راستا انجام نمیشه. منتها از این جهت انجام میشه که ایران داره سعی میکنه نشون بده که ما تحت فشار رفتارمون رو تغییر نخواهیم داد. و خب حاصلش مثلا اینه که این اواخر در واقع مقاومت ایران یا سرپیچی و ادامه دار ایران در برابر این فشارها باعث شد که مثلا این اواخر آقای برایان هوک اخراج بشه، که حالا به اسم استعفا اخراجشون رو مطرح کردن ولی طبق گزارش ها معلومه که اخراج شده. و این شکست سیاست آمریکا در قبال ایران رو نشون میده که در بحبوحه مذاکرات تلاش های آمریکا برای باز کردن پرونده ایران در سازمان ملل که خب همین امارات و شورای همکاری خلیج فارس اینا هم به نحوی حمایت کردن از اون مهره اصلی که باید این هماهنگی ها انجام بده که آقای برایان هوک باشه، ایشون اخراج میشه و در واقع کسی رو هم به جای ایشون گذاشتن که پیشاپیش درگیر ونزوئلاست، یعنی یه جورایی به نظر میرسه که آدم نتونستن پیدا بکنن. گفتگویی بود با میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل. گزارش از ایران، هاکیست که کولبر 22 ساله صبح امروز به وقت محلی در مرز ایران با اقلیم کردستان عراق در منطقه بانه به ضرب گلوله سربازان مرزبانی کشته شده. رسانه های محلی حقوق بشری نام او را هادی خدری گزارش کردند و نوشتند اهل روستای کریم آباد بوده. تصاویری از مراسم تشییع جنازه او در شبکه های اجتماعی منتشر شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته مراجع تقلید تصمیم در مورد برگزاری مراسم دینی را به ستاد ملی کرونا واگذار کردند. در همین حال فرماندار ویژه تهران گفته راه افتادن دسته های عزاداری در خیابان ها ممنوع است و مراسم ماه محرم امسال باید در فضای باز و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی صورت بگیرد. در همین حال بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته بیش از 2600 مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور ثبت شده و 174 نفر دیگر جان خود را از دست دادند. آمار رسمی جان باختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در جهان به 750,000 نفر نزدیک شده و شمار مبتلایان ثبت شده از 20 میلیون نفر گذشته. هند حالا به لحاظ تعداد جان باخته های ویروس کرونا به رتبه چهارم صعود کرده. بعضی از کشورها مثل نیوزیلند که کرونا را کنترل کرده بودند شاهد موارد جدید ابتلا هستند و بعضی از کشورها که صحنه شیوع گسترده این ویروس بودند مثل آمریکا و برزیل وضعیت وخیم تری دارند و در بسیاری از کشورها خیلی از مردم کلن مقررات بهداشتی را رعایت نمی کنند. سیاوش اردلان گزارش می دهد. یک روز طاقت فرسای دیگر برای رئیس این بیمارستان در هند. کارش شده اصرار و تذکر به اقوام بستری های مبتلا به کرونا که وارد بخش آی سی یو نشوند. مثل این زن که برای ماساژ دادن شوهرش که کرونا دارد وارد بخش آی سی یو شده. اغلب این اقوام و بستگان به حرف های دکترها و نگهبانان گوش نمی کنند. می روند ولی دقایقی بعد از دری دیگر وارد می شوند. دست بردار نیستن. هر چی بهشون میگیم اینجوری خودتونم کرونا میگیریم به خرجشون نمیره. هی بدون ماسک وارد آی سی یو میشن. دیگه واقعا به سطوح اومدیم.
هند حالا با 46,000 جان باخته بعد از آمریکا و برزیل و مکزیک در رتبه چهارم جهان قرار دارد. روسیه هم که به لحاظ تعداد مبتلاها در رتبه چهارم جهان قرار دارد، اخیراً به خاطر اعلام تولید یک واکسن برای درمان کرونا خبرساز شده. کارشناسان بهداشتی نگرانند که مراحل آزمایش این واکسن تکمیل نشده و ممکن است بیشتر مشکل ساز شود تا اینکه مشکل را حل کند. اما برای مؤسسه تحقیقاتی در برزیل باکی نیست که یک تفاهم نامه را با دولت روسیه برای تولید انبوه واکسنش امضا کرده. خیلی ها حاضرند به هر طناب نجاتی آویزان شوند، اما خیلی ها هم انگار ترسشان ریخته و اصلا موازین بهداشت را رعایت نمی کنند. علی‌رغم اینکه تاکید اصلی بر دوری از تجمعات است، اما و این چالش هایی را در بیشتر کشورهای دنیا ایجاد کرده. گفتم قداشم اوغلونون توینا 2 جون گالدم چختم جلدم و جلدم و جلد بدنم بتر آغری. کاری که از رعایت نکردن موازین پزشکی یک پله فراتر است، اعتراض به رعایت کردن این موازین است. مثلا این معترضان در آمریکا علیه بسته شدن یک رستوران به خاطر نقض مقررات بهداشتی شعار می‌دهند. به قول یک متخصص رفتارشناسی جمعی، فاصله گیری گویی با خصلت انسان‌ها که به دنبال ارتباط گرفتن هستند منافات دارد. بدن و مغز ما برای ارتباط گرفتن ساخته شده، برای همین فاصله گذاری اجتماعی با غریزه ما جور در نمیاد. برای همین میبینید که مردم با وجود شیوع گسترده ویروس و کشنده بودنش همچنان دست از مراسم عزا و عروسی و تجمع دیگه بر نمیدارند. حتی آنهایی که رعایت میکنند همیشه در خطرند. مثلا در نیوزیلند که توانست برای بیش از 100 روز حتی یک مورد جدید ابتلا به کرونا نداشته باشد، کار از دست در رفت. حالا نیوزیلند با 14 مورد جدید ابتلا مقامات را به تک و پو انداخته تا تمام کسانی را که با این 14 نفر تماس داشتند رهگیری کنند. یا کره شمالی که ادعا می‌کرد حتی یک مورد ابتلا هم ندارد، تا اینکه یک مسافر از خارج اولین مورد ابتلا در کره شمالی را ثبت کرد. حالا چهره پایتخت دگرگون شده. ماموران بهداشت در نقاط شلوغ پیونگیان دیده می‌شوند. این قبیل صحنه‌ها که در اوایل شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا دیده می‌شد، حالا تازه در کره شمالی حکایت جدیدی را رقم زده. سیاوش اردلان، BBC. وزارت صحت عامه افغانستان از شهروندان این کشور خواسته در ماه محرم اجتماعات بزرگ راه اندازی نکنند. احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت گفته کمیته ملی مبارزه با ویروس کرونا راهنمودی را برای برگزاری مراسم دهه محرم آماده کرده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. تا کمتر از 10 روز دیگر تجلیل از دهه محرم آغاز می‌شود. مراسمی که در سالهای گذشته با تجمعات و حضور گسترده مردم همراه بوده. در سال کرونا اما وزارت صحت از شهروندان خواسته که در عزاداری ماه محرم توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند، از جمله در اماکن سربسته تجمع نکنند. ما باید در این دهه متبرک از تجمع در محیط‌های سربسته جلوگیری کنیم و اجتماعات بزرگ را تشکیل ندهیم، تا خدای نخواسته باعث گسترش وقایع ویروس کرونا در جامعه نگردد. از عام عزاداران محترم عاشورا صمیمانه تقاضا میکنیم تا توصیه های بیداشتی وزارت صحت ما را جدا مراعات نمایند. کمیته ملی مبارزه با ویروس کرونا راهنمود را برای برگزاری دهه محرم آماده ساخته که بعدا به دسترس شما مردم عزتمند افغانستان قرار خواهد گرفت. دو روز پیش نیز معاون دوم ریاست جمهوری سرور دانش با اعضای شورای علمای اهل تشیع دیدار کرد. در این نشست بر رعایت اصول بهداشتی و ضد عفونی شدن اماکن عزاداری قبل و بعد از برگزاری مراسم تاکید شد. قرار بر آن شد که تمام لوازم و تجهیزات مورد نیاز بهداشتی برای مساجد و تکیه خانه ها فراهم شود. هفته گذشته دانشگاه ها هم پس از ماها تعطیلی به علت نگرانی از گسترش کرونا دوباره باز شدند. مکاتب و مدارس هم قرار است از اول ماه پیش رو باز شوند. سرپرست وزارت صحت عامه گفته که بسیاری از نوجوانان و جوانان به این باورند که کرونا برای آنها خطری ندارد، اما ارزیابی های این وزارت نشان می دهد که 43% مبتلایان افراد بین 20 تا 39 سال بودند.
قرار شده که از تاریخ اول ماه آینده فقط صنوف 11 و 12 مکاتب دولتی و تمام کلاس‌های مکاتب خصوصی آغاز شوند. این ماه آزمایشی خواهد بود و با بررسی اوضاع درباره آغاز دروس حضوری کلاس‌های دیگر تصمیم گرفته می‌شود. امی یک ماه دیگه ما می‌بینیم که چی حالت میشه. اگر مکاتب باز شد آیسته این مشکل انشالله حل میشه. اگر ضرورت پیدا شد که مکاتب باز نمیشه، مثلا وضع خرابتر میشه، در اون صورت باز تصمیم میگیریم، همراه شما شریک میکنیم که امی یک سال گذشته شاگردای ما یا یک سال فعلی که فعلا جریانش هستیم ایره با چی رقم حساب میکنیم. در تخار اما افراد مسلح ناشناس بامداد امروز بر سر یکی از قدیمی ترین مکاتب این ولایت، مکتب ابو عثمان طالقانی، چنین حال روزی آوردند. در یک سال گذشته این چهارمین مدرسه است که در تخار آتش زده می شود. وزارت معارف گفته که کار دشمنان علم و دشمنان بهبود آینده کودکان افغانستان است. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ارتش آمریکا میگوید ایران برای چند ساعت یک کشتی خارجی را در تنگه هرمز توقیف کرد. در پی افزایش شماره تلفات کرونا در هند، این کشور در جایگاه چهارم قربانیان در جهان قرار گرفت. در ادامه برنامه، تاثیر ماندگار انفجار بیروت بر روح و روان کودکان این شهر. فرانسه گفته به دلیل افزایش تنش بین یونان و ترکیه دو جت جنگنده و یک ناوچه خود را به شرق دریای مدیترانه اعزام می‌کند. دیروز مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ترکیه خواسته بود عملیات اکتشاف نفت و گاز در آب‌های مورد مناقشه را متوقف کند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته تنها راه حل اختلاف در مدیترانه گفتگوست و کشورش به دنبال ماجراجویی نیست. ترکیه، یونان و فرانسه هر سه عضو ناتو هستند. امید شکری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای شکری، همطور که گفتیم فرانسه تقاضا کرده از ترکیه که این عملیات اکتشافی نفت و گاز خودش رو متوقف کنه که یک گفتگوی صلح‌آمیزی بین ترکیه و یونان سر بگیره در این آب‌های مورد مناقشه مدیترانه. چقدر ممکنه ترکیه پاسخ بده به این درخواست فرانسه؟ ترکیه ماه قبل در منطقه سواحل خودش ناوتکس اعلام کرده بود و این رو به اطلاع کشورهای ساحلی رسونده بود که در این منطقه که ناوتکس اعلام کرده فعالیت تحقیقاتی انجام میده و میتونه مانور دریایی برگزار بکنه و به این ترتیب کشورهای ساحلی نه کشتی‌های جنگیشون نه کشتی‌های تجاریشون نباید از این منطقه عبور بکنن. بنا به درخواست آلمان، ترکیه این ناوتکس رو نیمه کاره تمام کرد تا اینکه هفته قبل قرارداد دریایی مصر و یونان اعلام شد و چون این قرارداد به ادعای ترکیه بخشی از سواحل ترکیه هم در بر میگیره و بخشی از مناطق تجاری ترکیه هم در بر میگیره، ترکیه دیروز کشتی یاوز و هفته قبل هم کشتی اروز رئیس رو به همراهی ناوگان دریایی راهی سواحل خودش کرد تا عملیات اکتشاف رو شروع بکنه. ترکیه و یونان و بقیه کشورهای ساحلی میدونن که بدون هماهنگی و بدون ثبات و امنیت نمیتونن منابع مورد نیاز را از اینجا بستر دریا استخراج کنن و به بازار مصرف خودشون و بازار ثانیه که اتحاد اروپا هست برسونن. به این خاطر اردوغان هم پریروز در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که بدون صلح و گفتگو و مذاکره نمیشه در این دریا به توافق رسید و فکر کنم بهتری با وجود اینکه ترکیه چنین حرفی میزنه ولی عملش به نظر متفاوت است از حرفش. حالا فکر میکنید که دخالت فرانسه و حضور سنگین نظامی فرانسه چقدر میتونه کمک کننده باشه؟ باید این نکته را اشاره بکنم که خب ترکیه و بقیه کشورهای ساحلی حق خودشون میدونن که در منطقه قانونی خودشون بنابر قانون دریاها اکتشاف و استخراج انجام بدن، ولی فرانسه و کشورهای فرامنطقه‌ای هم در منطقه حضور دارن و ترکیه نمیخواد از معادلات انرژی دریای مدیترانه به دور بشه. در حال حاضر بیش از 200 کشتی جنگی متعلق به قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در دریای مدیترانه حضور دارند و باید اشاره بکنم که منابع این دریا گیم چنجر نیستند، فقط به خاطر اهمیت ژئوپلیتیکی نه قدرت‌های منطقه‌ای و نه قدرت‌های جهانی مایل نیستند که کمی از سهم خودشون و نقش ژئوپلیتیک خودشون در منطقه کاهش پیدا بکنه و به این ترتیب هم ترکیه در صدد رسیدن به حداکثر منافع خودش در این دریا و سواحل قانونی خودش هستش. امید شکری، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن، متشکرم از شما.
مقام‌های بلاروس میگویند دومین معترض در بازداشت پلیس این کشور جان باخته. در پی اعتراض‌های اخیر به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هزاران معترض بازداشت شدند. دیشب هم که چهارمین شب اعتراضات بود، حدود 700 نفر دیگر دستگیر شدند. سازمان ملل متحد سرکوب معترضان را محکوم کرده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. زنان معترض سفیدپوش در مرکز شهر مینسک، پایتخت بلاروس. گل در دست به خشونت پلیس با تظاهر کنندگان در روزهای اخیر معترضند و ماشین‌هایی که به نشانه حمایت برایشان بوق می‌زنند. جهت پیکان اعتراض‌ها تغییر کرده. از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه حالا به خشونت پلیس و دستگیری‌های گسترده تغییر جهت داده. دیشب در چهارمین شب ناآرامی‌ها در بلاروس 700 نفر دیگر دستگیر شدند، علاوه بر 6000 نفری که پلیس در شب‌های قبل دستگیر کرده بود. اینجا در مقابل یک بازداشتگاه در مینسک، خانواده‌هایی که از سرنوشت عزیزانشان بی‌خبرند، در پی دیدن چهره آشنایی هستند. و این زنان با تشویق و فریاد به دستگیر شدگان می‌گویند: قهرمانان، دوام بیاورید. مقامات بلاروس میگویند دومین معترض هم در بازداشت پلیس کشته شده. معترضی 25 ساله که علت مرگش معلوم نیست. از یک زندانی سابق سیاسی بلاروس که حالا در لهستان زندگی میکند پرسیدم چه چیزی در انتظار بازداشت شدگان است. گمان میکنم بیشترشون در عرض چند هفته آزاد شن اگه وضعیت آروم بشه. اما مسلماً برخیشون هم دادگاهی میشن و با احکام سنگین زندان روبرو میشن. از 10 تا 15 سال. چهار شب درگیری با نیروهای امنیتی در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری. انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو و ادامه بیش از ربع قرن رهبری او. مردی 65 ساله که به آخرین دیکتاتور اروپا معروف است. او به مصافه این زن 37 ساله رفت. سوتلانا تیخانوفسکایا. معلم زبانی که بعد از زندانی شدن شوهرش به صرافت کاندید ریاست جمهوری شدن افتاد و پایه‌های رهبری لوکاشنکو را لرزاند. رهبر مخالفان 2 روز پیش به لیتوانی گریخت، کشور همسایه‌ای که مانند بلاروس زمانی جزو شوروی سابق بوده اما حالا در اتحادیه اروپا است. خانم تیخانوفسکایا در این ویدیو از طرفدارانش خواسته زندگیشان را به خطر نیندازند، اما برخی گمان می‌کنند این ویدیو تحت فشار ضبط شده باشد. تظاهر کنندگان بلاروس در تلاشند نشان دهند که اعتراضشان مسالمت‌آمیز است. کشوری در شرق اروپا که در آن حالا این گل‌ها با چکمه‌ها و باتوم‌ها سرشاخ می‌شوند. پرهام قبادی، بی بی سی. اسرائیل گفته محموله‌های سوخت به مقصد غزه را در واکنش به فرستادن بالون‌های آتشین از منطقه تحت کنترل فلسطینی‌ها متوقف می‌کند. پیش از این وزارت دفاع اسرائیل گفته بود در پاسخ به حمله نیروهای حماس یک مرکز زیرزمینی نظامی و پست‌های دیدبانی این گروه را هدف قرار داده. حماس گفته هدف اسرائیل از این حملات تشدید بحران در غزه است. سازمان دفاع موشکی آمریکا میگوید اسرائیل سامانه پیشرفته ارو 2 یا پیکان 2 را برای مقابله با موشک‌های بالستیک با موفقیت آزمایش کرده. گفته شده این آزمایش در مرکز اسرائیل و بالای دریای مدیترانه صورت گرفت. سامانه‌های پیکان بالاترین لایه در سیستم دفاع موشکی چند لایه اسرائیل هستند. این سامانه‌ها با حمایت آمریکا ساخته شدند. ارتش عراق حمله پهپادی 2 روز پیش ترکیه در شمال این کشور را به عنوان اقدامی خطرناک محکوم کرده و گفته توانایی پاسخگویی به این حملات را دارد. سخنگوی فرماندهی عملیات نظامی عراق گفته این حمله بر روابط 2 کشور اثر منفی می‌گذارد. 2 فرمانده مرزبانی عراق در این حمله که 3 شنبه اتفاق افتاد کشته شدند. رسانه‌های کردی گفتند پهپادهای ترکیه جلسه مقام‌های مرزی عراق و اعضای حزب کارگران کردستان PKK را هدف قرار دادند. ترکیه از عملیات خود در شمال عراق دفاع کرده و گفته دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان برای بیرون راندن شبه نظامیان PKK اقدام نکردند. پزشکان در لبنان هشدار دادند آثار روانی و فیزیکی انفجار اخیر بیروت برای بسیاری از کودکان تا بزرگسالی خواهد ماند. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف میگوید 80,000 کودک بی خانمان شدند. گزارشی ببینیم از رامی روحیم با این هشدار که دیدن بعضی از تصاویر این گزارش ممکنه براتون آزاردهنده باشه.
This is یارا. این یاراست. یک بچه 4 ساله آرام که دوست دارد تنهایی بازی کند. وقتی انفجار رخ داد، او با پدرش در خانه بود. مادرش بیرون بود. از پله‌ها افتادم پایین. یک هفته از انفجار در بندر بیروت گذشته. انفجاری که خرده‌های شیشه را به صورت یارا پرتاب کرد و او را از پله‌ها به پایین انداخت. من جیغ می‌زدم دخترم رو می‌خوام. یکی گفت حالش خوبه، یکی دیگه می‌گفت زیر آوار مرده. خدا رو شکر بعد از 5 دقیقه صدام زدن و گفتن دخترت صورتش بریده. می‌بریمش بیمارستان که بخیه بزنیم. نام این پسر بچه نور است. وقتی انفجار خانهشان را لرزاند، پدرش او را بغل کرد و زیر میز برد. مادرش لما میگوید بچه هایش دیگر در اتاقشان نمیخوابند و دائم میپرسند که آیا انفجار دوباره تکرار میشود. لما میگوید انفجار خاطرات جنگ داخلی لبنان که دهه پیش تمام شده را دوباره زنده کرد. دیگه کم آوردم. ما والدینمون، پدر بزرگ، مادر بزرگ هامون همین بلا سرشون اومده. خاطرات انفجارها و بمبارونها از بین نمیره. هنوز یادمون هست. ذکریات ما بتروح من راسنا ايام لما يصير انفجار او يصير نقصف بعدنا هلا بنتذكرون. بسیاری از رفتارها بخشی از روند سالم فهم این رخداد است، اما جدا کردن آن از رفتارهایی که نیاز به درمان دارد کار آسانی نیست. The brain does not forget. The brain says wow. مغز فراموش نمیکنه. مغز میگه ای وای، زندگی امن نیست. جدای از استراب، پس از حادثه شما شاهد افسردگی و تشویش خواهید بود. در کودکان رفتارهای هیجانی زیاد دیده میشه. او میگوید والدین باید مراقب این موارد باشند. علائم جدی، علائمی که بعد از یک هفته وخیمتر میشوند یا علائمی که کمرنگ میشوند ولی میمانند. اما والدین هم سرشان شلوغ است و اعصابشان ضعیف. قرار بود مدارس به زودی باز شوند، اما در بیروت انفجار بسیاری از آنها را خراب کرده. در روزهای اخیر شیوع کرونا هم رکورد تازه‌ای زده. از زمین و آسمان مشکل می‌بارد. رامی روحیم، بی بی سی نیوز. برای مطالب بیشتر میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. همین حالا در وبسایت ما مطلب جالبی هست به عنوان 65مین سالگرد توماس مان در برزخ میان تبعید و بازگشت به آلمان. همونطور که خیلی از شما میدونید، زندگی و آثار توماس مان، نویسنده سومین نویسنده آلمانی که موفق به دریافت جایزه نوبل ادبی سال 1929 شد، دستمایه بسیاری از کتاب‌های پژوهشی کارشناسان ادبی در سراسر جهان بوده. میتونید این مطلب رو در سایت ما ببینید. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی‌بی‌سی فارسی.